بسم الله الرحمن الرحیم. امشب اولین شب از لیالی قدر و شب زنده‌داری یکی از بهترین فرصت هاست. در این فرصتی که شب رو تا اذان صبح تشکیل می‌دهد، اعمالی وارد شده که مهمترین آن جبران گذشته هاست. بعضی از واجباتی که از ما ترک شده قابل جبرانه، مثل نمازهایی که ممکنه کسی در هر صورت در عمرش از او فوت شده باشد. خوب است که امشب از این فرصت استفاده کنه برای قضا کردن نمازهای گذشته. چند تا مسئله رو پیرامون این موضوع من عرض میکنم. مسئله اول این که امشب 100 رکعت نماز مستحبی داره. نمازهای مستحبی 2 رکعتی است، 50 تا 2 رکعتی. نماز قضا جایگزین نماز مستحبی نیست. یعنی اگر کسی بخواد اعمال امشب را انجام بدهد، ثواب اون 100 رکعت نماز مستحبی سر جای خودشه، به این شکل که 50 تا 2 رکعتی بخواند. و نماز مستحبی هم جای نماز قضا رو نمیگیره، هر کدام جای خود. مسئله دوم این است که نمازهای قضا رو هم میشود فرادا خوند، هم میشود به جماعت. اگر کسی امام جماعت میشود که نماز قضا بخواند، نمیتونه نماز قضای احتیاطی رو امامت کنه، حتما باید نماز قضای واقعی و قطعی داشته باشه. اما مأمومین میتوانند اگر احتیاطاً هم نماز قضا میخوان بخونن، اقتدا کنن به جماعت بخوانن، مانعی ندار. مسئله دیگر این است که بعضی ها سوال میکنن نماز قضا رو نشسته بخوانیم. خیر، نماز قضا احکامش همانند نماز اداست. اگر نماز ادایی را کسی ایستاده میخواند، نمازهای قضاییش رو هم باید ایستاده بخواند. بله، نمازهای مستحبی نشسته خواندنش مانعی ندارد. مسئله دیگر ترتیب در نماز قضاست که زیاد سوال میشه. بین نماز ظهر و عصر ترتیب لازمه، یعنی کسی که قضا میکنه ظهر را اول، عصر رو بعدن. بین مغرب و عشا ترتیب لازمه، اما به این صورت که ما یک شبانه روز نماز قضا را از صبح باید شروع کنیم، خیر. میتوانیم از صبح شروع کنیم، میتوانیم از ظهر شروع کنیم، میتوانیم از مغرب. ترتیب به این صورت لازم نیست. امیدواریم که در این شبهای عزیز همه ما مشمول عنایات و الطاف ویژه پروردگار متعال به برکت وجود مقدس امیرالمؤمنین بشویم. اجماعا هدیه به روح پاک اون بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید.